در همین رابطه ما به سراغ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشری در پاریس خواهیم رفت. آقای لاهیجی خوش اومدید. سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. فدراسیون اخیراً دوسیه‌ای رو در رابطه با مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر در کشورهای آسیایی منتشر کرده. در همین زمینه هم در سال جاری میلادی کنفرانسی در کشور مالزی برگزار شد. در اکتبر بود جهانی مبارزه با اعدام، بنابراین این گزارش رو ما ماه 10 اکتبر دادیم. همونطور که اشاره کردید یک کنفرانسی هم در مالزی بود و در ماه جون سال آینده هم باز یک کنفرانس مهم می خواهد بود. به دو دلیل، نخست اینکه این گزارش ما درباره مجازات اعدام در مورد مواد مخدره در آسیا است. به لحاظ اینکه بزرگترین رقم اعدام در آسیا، نه فقط از کشورهای شناخته شده مثل چین و ایران و عربستان سعودی عراق، بلکه کشورهای دیگه هم مثل اندونزی، مثل پاکستان، مثل افغانستان، مثل فیلیپین، تایلند، متاسفانه مجازات بسیار رایجی است در ارتباط با مواد مخدر. به لحاظی که می‌دونید بخش بزرگی از مواد مخدری هم که به اروپا میاد از طریق کشورهای آسیایی میاد. باز بدون اینکه بخوام انتقادی راجع به یک کشور به خصوص بکنم، می‌دونید که بخش بزرگی از این مواد مخدره به لحاظ کشت رایج تریاک در افغانستان باز از این قسمت آسیا به طرف دنیا میاد. ولی تمام دولت‌ها و از جمله دولت جمهوری اسلامی فکر میکنن که با بالا بردن میزان اعدام و بالاخره گران کردن هزینه تولید یا قاچاق مواد مخدره میتونن با این مشکل بزرگ اجتماعی اقتصادی که آسیا و بسیاری از کشورهای آسیایی رو در برگرفته مبارزه کنند. در صورتی که آمار عکس این رو نشون میده. آمار میگوید تا زمانی که عوامل جرمزا و از جمله جرم تولید و قاچاق مواد مخدر در یک کشوری در یک منطقه‌ای در جمله منطقه آسیا از بین نره، بالا بردن مجازات متاسفانه هیچ تأثیری نداره. و به خاطر همین هم دیدید در ایران که سالهای گذشته نخست این که 80% اعدام‌هایی که در ایران صورت میگیره در ارتباط با مواد مخدره. خب ولی از طرف دیگه هم آمار به ما نشون میده که طی 3 دهه‌ای که از جمهوری اسلامی شهادت بیشتر میگذره، نه فقط این مجازات و این اعدام‌ها مؤثر نبوده که متاسفانه آمار محکومیت‌ها، آمار زندانی‌ها رو به تصاعد میتونم بگم بسیار بسیار در حال زیادی بوده و بنابراین سیاست مواجهه با شکست شده. و آمارهایی که ما دادیم و تحقیقاتی کردیم برای این است که ما این امید داریم که شاید در کنفرانس ماه جون آینده واقعا کشورها و دولتها به بی تأثیر بودن اعدام در مبارزه با مخدر برسن و یک قطعنامه صادر کنن که این قطعنامه بیشتر از توصیه برای دولت‌های آسیایی باشه، یعنی از اونها بخواهن که واقعا مجازات اعدام رو ترک بکنن و دنبال راهیافت‌های مؤثری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تولید مواد مخدر باشن. در جمهوری اسلامی هم بحث در رابطه با اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر بالا گرفته و به مجلس کشیده شده. 70 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خواهان این هستند که حبس ابد جایگزین مجازات اعدام برای قاچاقچیان بشه. این مسئله فقط منحصر به 70 تا نماینده مجلس در ایران نیست. به لحاظ اینکه میدونید در شورای حقوق بشر رسیدگی دوره‌ای هست برای رسیدگی وضعیت حقوق بشر در کشورها و ایران برای دومین بار در سال گذشته، یعنی اواخر سال گذشته
رسیدگی دوره‌ای به ایران رو، وضعیت حقوق بشر در ایران رو باش مواجه شد و در شورای حقوق بشر که من شرکت داشتم بیش از 100 توصیه از طرف تمام کشورهای عضو شورا و حتی عضو سازمان ملل به جمهوری اسلامی شد. و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در رسیدگی نخستین که 4 سال پیش صورت گرفته بود به هیچ کدوم از اون توصیه ها ترتیب اثر نداده بود، از این رو محمد جواد لاریجانی پس از اجلاس شورای حقوق بشر در یک کنفرانس خبری این موضوع رو مطرح کرد که ممکن است ما روی مسئله اعدام درباره مواد مخدر تجدید نظر بکنیم. بنابراین ایران در مقابل باز یک چالش با جامعه بین‌المللی، با شورای حقوق بشر، دیگه اینجا دیگه مسئله گزارشگری ویژه برای ایران نیست، اینجا مسئله گزارش دوره‌ای است که درباره همه کشورها اکمال میشه. و با توجه به اینکه دومین گزارش دوره‌ای رسیدگی دوره‌ای حقوق بشر در ایران سال گذشته بوده، بنابراین گفتم جمهوری اسلامی باید نسبت به این موضوع اتخاذ تصمیم بکنه، به ویژه نخستین مورد که در حال جز موارد فاحش نقض حقوق بشر در ایران و اون هم بالا بودن مجازات اعدام در ایرانه. و با توجه به این که درباره لغو اعدام همیشه به در حال موازین شرعی متمسک شدن، متوسل شدن که چون مثلا درباره قتل در قرآن هست، هرچند که میدونید در تورات هم هست و این حکم رو قرآن از تورات گرفته و حتی اونجا توصیه میکنه که اگر بخشش کنید بهتره تا وقت اعدام کنید. در حال با توجه به مسئله مواد مخدر در زمان تدوین یا نزول قرآن نبوده و یه امر حادثه، یه امر جدیده، من باید اینجا دیگه نمیتونن مستمسک شرعی پیدا کنن و بگن که مخالف موازین شرعی است. بنابراین ما این امید رو داریم، اولا من مطمئن هستم که این 70 نماینده ابتدایی به ساکن یک همچین بحثی رو پیش نبودن، برای اینکه ما میدونیم که مجلس شورای اسلامی در چه حال روزی تعال هست و از استقلال عمل به اون صورت برخوردار نیست. دوم این که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام طرح‌ها و لوایح مربوط به قوه قضاییه باید از طریق قوه قضاییه بیاد و با توجه به اینکه برادر لاجرانی هم رئیس قوه قضاییه است، من فکر می‌کنم که این مقدماتی است برای اینکه یه همچین طرحی یا شاید لایحه‌ای پیش از آغاز کار شورای حقوق بشر که می‌دونید در ماه فروردین آینده خواهد بود به مجلس شورای اسلامی بره و تصویب بشه. خب اگر این اتفاق بیفته، به عقیده من نه فقط ما به عنوان سازمان حقوق بشر ازش دفاع می‌کنیم، من فکر می‌کنم تحول بزرگی خواهد بود در لغو گام به گام اعدام در ایران. آقای لایجی، در خاتمه این دوسیه فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشری به دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدنی و غیر دولتی توصیه‌های می‌کنه. من جمله یک توصیه به UNODC یا نهاد سازمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته. به طور خلاصه این توصیه این است که همکاری با کشورهایی رو مثل ایران رو مشروط بکنند به لغو مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر. شما فکر میکنید که این پیشنهاد، این توصیه مورد قبول واقع بشه؟ به همین دلیل من در قسمت پیشین عرایزم گفتم که ما انتظار داریم که در کنفرانس ماه جون فقط به توصیه اکتفا نشه، دنبال یک راه حل‌ها و دنبال یک ضمانت اجراهایی هم باشن و از جمله این ضمانت اجرا همین موضوعی که شما اشاره میکنید. یعنی وقتی یک دولتی از خودش که اراده سیاسی برای اجرای توصیه های بین المللی، قطعنامه های نهادهای سازمان ملل نداره، باید دنبال ضمانت اجرا بود. ضمانت اجرا هم یکی از ضمانت اجرا همین موضوعی که بهش اشاره کردید. و مطمئن باشید که در این نشست که نمایندگان ما شرکت خواهند کرد، ما روی این موضوع پافشاری خواهیم کرد. با سپاس از همراهیتون. خواهش میکنم. مرسی. روزتون بخیر.